بریم جلوتر. بریم سراغ کامپیر ها، ببینیم کامپیر ها چی بود. خب چرا من اومدم بولین رو گفتم و میخوام برم سراغ کامپیر ها. ببینید کامپیر ها عملا خروجی که خواهند داشت ترو یا فالس، ترو یا فالس هستش. یعنی چی؟ شما با وقتی برمیگردم میگم متغیری داره به نام x، مقدار 10 داخلش هستش، و این متغیری داره به نام y، مقدار 20 داخلش هستش. بهت برگردم بگم این دوتا با هم دیگه مساوی هستن یا نه، شما چی برمیگردی؟ چجوری برنامهش رو می‌نویسی؟ برمیگردیم که x مساوی y هست و خودی علامت سوال هم میذاری. خب x رو میدونی توی رم مقدار 10، y رو هم میدونی مقدار 20، یعنی شما برمیگردی میگی 10 مساوی 20. خب اولین چیزی که تو ذهنت بیاد میشه نه، نه توی در واقع برنامه نویسی میشه فالس. حالا میای اینجا برمیگردی میگی که آیا x کوچیکتر مساوی y هست. خب میای چکش میکنی، برمیگردی میگی 10 کوچیکتر مساوی 20 هست، علامت سوال میذاری. بله بله چی میشه؟ میشه ترو یا یک، الکترونیکیش میشه یک، این هم میشه صفر. تو ذهنتون داشته باشید. پس اولا من میتونم بیام خروجی هام رو تو حالت کامپیر بیام چیکار کنم، بررسی بکنم و ببینم که چی برمیگرده. برای چی من کامپیر ها رو یاد بگیرم؟ کامپیر رو اصلا اساس استفاده کردن شما توی فور و وایل و ایف و الس و السیف و اینا هستش. یعنی شما اگه کامپیر ها رو ندارید عملا نمیتونید از اون استفاده بکنید. خب من میام اینجا، فرض کن من میام اینجا مقدار ایکس رو میذارم 10، ایگرگ رو میذارم 11 و میخوام شروع کنم خروجی هم رو پیدا کردن. میام میام ریزالت x مساوی ایگرگ، بریم ببینیم پرینت ریزالت و حتما هم پرینت گزینه تایپ ریزالت. یعنی واقعا این چیزی که من گفتم آیا بولین برمیگرده یا نه؟ خب بیایید خودتون اینجا حساب کنید. 10 مساوی 11، اول چیزی که ذهن میگه میشه نه، نه میشه چی؟ میشه فالس. اینجا هم تایپش میشه چی؟ بول. بریم ببینیم این اتفاق میفته یا نه. SLS میزنم، اینجا میزنم فالس برگردون و مقدار بول رو هم برگردون. پس عملا من اومدم اینجا مقدار 10 رو دادم، مقدار 11 رو دادم، این جفتشون رفتن توی رم، متغیری به نام x با مقدار 10 و متغیری به نام y با مقدار 11 تشکیل شد و یه متغیر تعریف کردم به نام result و اومدم اینجا چیکار کردم؟ یه عبارت به میگن یه expression، در واقع یه عبارت رو نوشتم، گفتم x مساوی y، x مساوی y هست یا نه؟ خب برام سوال پیش اومد آیا x میشه چی؟ 10، y چی؟ 11 و 10 مساوی 11. نه، گزینه که نه ای که من اینجا نوشتم همون حکم هم میشه فالس و فالس چی میشه؟ توی مقدار ریزالت ریخته میشه که فالس رو هم اگه دقت بکنی اینجا مورد نشون داده و نشون هم داد که تایپش چیه. بریم حالت های دیگر رو بررسی بکنیم. آیا x کوچکتر مساوی y؟ خب الان 10 کوچکتر مساوی 11 و این صورت مشخص ایشون میشه یس خودمون یا همون ترو و اینجا میشه ترو، ولی باز هم گزینه بول هستش. میام اینجا میزنم ترو و بول. خب حالا برمیگردم میگم 11 بزرگتر مساوی 10 بزرگتر، ببخشید 10 بزرگتر مساوی 11 هست، 10 بزرگتر مساوی 11 هستش. خب دیگه اینجا باز یس نمیشه، میشه نو و فالس، این هم میشه فالس. میام این طرف اجرا میگیرم و میبینید که مقدار فالس رو برگرد. خب بزرگتر مساوی، کوچیکتر مساوی، مساوی دیگه، بزرگتر و کوچیکتر هم دیگه خودتون بلدید و البته نامساوی. نامساوی یعنی چی؟ بیایم اینجا دارم میگم 10 نامساوی 11. بله 10 معلوم مساوی 11 نیست دیگه، نامساویشه. 10 نامساوی با 11 میشه بله یا همون ترو خودم. اینم اینجا میشه چی؟ میشه ترو خودمون و
میام و اینجا اجرا میگیرم و میبینید که مقدار طلوع رو برگرد. خب تمام مقایسه‌گرایی که شما اینجا دارید میبینید و من بررسی کردم، خیلی هم ساده است دیگه، اینا رو ریاضیات خوندید، ولی خب به این شکل ما میتونیم ازشون استفاده کنیم. خب من میتونستم آب خوردن اینجا یه اینت بذارم، یه پرامپت ببخشید اینپوت بذارم و برگردم بگم مثلا پلیز اینتر نامبر مثلا ایکس و یه دارم اینجا اینت بذارم، بنویسم اینپوت پلیز اینتر نامبر ایگرگ و بیام اینجا. حالا بیام مثلا داینامیک چکش بکنم، یعنی چی؟ بیام اینجا از کاربر بپرسم، بگم 20 بده 30 بده، برمیگرده میگه ترو. البته ما باید بدونم که چه اتفاقی هم میخواد بیفته. میتونم خودم بیام اینجا چیکار کنم، یه اینپوت بذارم بنویسم که مثلا بنویسم یا اینجا اینپوت رو کنترل ایکس بذاریم، یا حالت چیکار کنیم نمایش بذاریم، میخوام بگم ایکس نامساوی ایگرگ و به این صورت هم قرارش بده. یعنی هدف اون چیه؟ مثلا میخوایم اینجا چک بکنیم مقداری که ایکس شما میخوای بعدا بدی ایگرگ میخوای بدید، ببینید آیا نامساوی هستش یا نه. حالا یه چیز در واقع من درآوردید، بیاد اینجا و بذارید توی متغیر بریزمش، بسانم تست ازش هم استفاده نکن. بیایم اینجا این رجاش بکنیم، اما یه چیزی علکی می نویسم اینجا 10 رو می زنم، اینجا هم 11. بیاد اینجا به من برگرده بگه که همچه اتفاقی می خواهد بیافت. خب این حالا یه حالت دعوا پرامپت داشت که می خواستم ببینمش. اومدم اینجا اینها رو شروع کردم بررسی کردم، حالا کوچیکتر بزرگتر نامساوی بزرگتر مساوی کوچیکتر مساوی خود مساوی، بیایم شروع کنیم ازش استفاده کردن. خب بریم یه لول بالاتر